خب بسیار عالی. برنامه باشگاه فیزیکمون رو با چند ماهی به اصطلاح تأخیر و بسته شدن به خاطر موضوع کرونا. یکی صداش داره اکو میشه. بانو خوب شد. همه به جای سخنران میکروفوناشون ببندن. بسیار. بله، بعد از چند ماه اینکه تعطیلی باشگاه بالاخره برگشتیم دوباره باشگاه فیزیک رو برگزار کنیم، ولی خب طبیعتاً نمیتونیم حضوری در خدمت همدیگه دوستان باشیم و به همین دلیل قرار مجازی این برنامه رو انجام بدیم. هم چالش‌های جدیدی داره، هم فرصت‌های جدیدی داره برای ما ارائه میده. ما برنامه‌مون اولین فرصتی که واسمون ایجاد شده اینه که دوباره میتونیم از علی استفاده کنیم که حالا چند وقتی بود ایران نیست، ولی الان میتونیم دوباره ازش کمک بخوایم و برنامه جذاب خبر فیزیک رو داشته باشیم که بخش اول برنامه امروز نمونه. و بعد بخش دوم برنامه‌مون سخنرانی خانم دکتر قمرنژاد هستش که راجع به مدل سازی کرونا هستش و خواهیم دید که فیزیکدان‌ها چطور میتونن مشارکت کنن و کمک کنن که درک بهتر این بیماری و نحوه پخش و شیوعش. من با این مقدمه از علی میخوام که شروع کنه. حالا میکروفونش رو هم روشن کنم. خب علی، الان میکروفون شما روشنه؟ بله الان من بسیار علی. خب تصویر رو داریم. خیلی ممنون از دکتر رئیسی و دکتر شفیعی که هماهنگ کردیم باشگاه. خب بخش خبر باشگاه فیزیک رو ما هی سعی میکنیم در واقع هدف رو ثابت نگه داریم. هدفمون هم اینه که یه سری خبر از کارهای جدید و خیلی در دنیای فیزیک اتفاق میفته رو بهتون بگیم. هدف این نیستش که تمام اطلاعات رو بهتون بدیم، ولی هدف اینه که اونقدر براتون انگیزه ایجاد برین دنبالش رو بیشتر مطالعه کنیم. امروز هم ما میخواییم از خورشید و انگور و این سمت راست هم یه دونه میوه و پرنه صحبت. خبر اولمون توی ژورنال فیزیک پلاسما چاپ شده که کار آزمایشگاه فیزیک پلاسما سون انرژی قبل اینکه خبر بشیم زمینه ای میخواد این خبر. هممون تقریبا با تمام تبلیغاتی که تلویزیون انجام میده با انرژی هسته‌ای ناخ، ولی من خیلی خلاصه میخوام این پرسی این که ما چجوری از این تو این نیروگاه ها انرژی میگیریم و بگم. یه اتم خیلی سنگین رو برمیداریم، یه نوترون با انرژی بالا میکوبیم بهش، این اتم رو تقریبا به تیکه میکنه. این اتفاق باعث ایجاد گرما میشه. انجام که کنیم یه جوری این واکنش رو تنظیم کنیم که هر اتمی هم که به اصطلاح شکافت و به دو تیکه شد خیلی پر انرژی تولید کنه و همینجوری زنجیره‌ای تمام اتمای اطراف رو بشکونه و انرژی تولید کنه. و ما معمولا به شکل گرمایی که توی آب میره در واقع کنترل میکنیم میشه و یه توربین رو برای ما میچرخونه و اون توربین به ما انرژی الکتریکی میده. الان تقریبا 450 تا نیروگاه هسته‌ای توی 50 تا کشور وجود داره و در مجموع 11% برق دنیا انرژی هسته‌ای دست میاد. و انرژی هسته‌ای موجودات خیلی زیادی. این مشکل اولش
سال 1972 توی جزیره 3 مایل آیلند توی آمریکا انسانی این گاه مشکل شد، یه فاجعه انسانی خیلی بزرگ کرد. چند سال بعدش 1986 توی روسیه در واقع فاجعه چرنوبیل اتفاق افتاد، اونجا هم به خاطر خطای مهندسی نیروگاه فروپاشی که کل منطقه رو غیر قابل زیستن کرد. حالا ما هی گفتیم که خطای انسانی رو با خطای ولی آخر سازم توی فوکوشیما یه سونامی اومد و نیروگاه رو هم ریخت و باز یک فاجعه جدید ایجاد کرد. دنیا تقریبا از اون 1979 دنبال این بوده که انرژی هسته‌ای رو با یه انرژی دیگه جایگزین کنه. از کارهای مهم انرژی جوش هسته‌ای. هر روز داره هر لحظه توی خورشید اتفاق میفته. اینجا الان نیومده. اتفاقی که توی خورشید میفته اینه که هیدروژن ها به هم میخورن و ایزوتوپ های هیدروژن اینا با هم جوش میان و تبدیل به اتم سنگین تر اتم هلیوم میشن. اینکه دو تا هیدروژن ایزوتوپ های هیدروژن هلیوم میشن باعث آزاد شدن یه انرژی خیلی زیادی میشه. همه هدف ما اینه که این انرژی خورشید رو ورداریم بیاریم توی زمین، یه خورشید به کوچولو درست کنیم و از گرمایی که تولید میشه در واقع برق تولید کنیم. حالا پیشنهادی که الان معموله اینه که این انرژی جوش هسته‌ای یا فیوژن هسته‌ای رو توی توکوماک میذارن. توکوماک این فضایی که میدان مغناطیسی داره، شما توی این در نقشی سطح این تو بکنی این خیلی هست که اینجوری فیده میشه. این یه توکماکیه که MIT ساخته، توکماک خیلی کوچولویه، توکماک معمولا بزرگتر از اینه ولی خیلی جالبه. این یه انسانه توی جایی داره کار میکنه و اگه بخواین توشو ببینین چه شکلیه یه همچین قیافه ای داره. خیلی جمع و جور. توی این توکوماک چی کار میکنیم؟ ما توی این توکوماک حرارت خیلی زیاد ایجاد میکنیم، فشار خیلی بالا ایجاد میکنیم و این تو پلازما میشه. ما گاز اینقدر گرمده الکترون ها از هسته جدا میشن و سوی الکترون و پروتون و نوترون و اینجور چیزا داریم. توکوماکیه که MIT میسازه و معمولا رکورد داره این در واقع اعدادی و ارقامی که توی هسته ای داریم دست رکوردش همه دست این توکوماک MITه. فشاری که این تو ایجاد میشه حدود 35 میلیون درجه سانتیگراد، بسیار دمای بالاییه و میدان مغناطیسی این فشار توی این توکاماک ایجاد کنه حدود 5.5 تسلاست. خیلی میدان مغناطیسی قویه. ولی این که الان دیدین 2 ثانیه بود، یعنی الان یکی از بهترین تکنولوژی هایی که ما برای جوش هسته‌ای داریم اینه که این شرایط جوش هسته‌ای رو برای 2 ثانیه ایجاد کنه. حالا تمام در واقع مابقیان دنیا اینه که میزان انرژی که میذارن این تاکوماک رو میسازن و این پلاسما رو ایجاد میکنن و فشار خیلی زیاد رو ایجاد میکنن با انرژی خروجی این هسته‌ای بسازه، در واقع در انرژی بگیرن تا انرژی بذارن
و فعلا ما برای اینکه این شرایط جوش هسته‌ای رو ایجاد کنیم خیلی بیشتر داریم انرژی می‌دیم انرژی که بگیریم. و اگر روزی برسه که هی این روز داره عقب‌تر میفته، هی میگن 30 سال دیگه ما به انرژی جهانی می‌رسیم، وقتی روزی برسه که انرژی که این جوش هسته‌ای میده بیرون بیشتر بشه، یواش یواش میبینیم که نیروگاه‌های جوش هسته‌ای جای مختلف دنیا ایجاد میشه و ما برقمون رو از این منبع انرژی میگیریم. نکتهش اینه که حتی اگه محفظه فیزیکی این آسیب ببینه و این پلاسما به بیرون بیاد، هیچ مشکل رادیواکتیوی ایجاد نمیشه و این واکنش فضا سریع در واقع میرا میشه و پیشبینی اینه که هیچ فاجعه ای رو نمیشه. یکی دیگه از جاهایی که پلاسما رو میشه پیدا کرد پیش این میگو است. یعنی یه دونه روی زمین هم پیش این میگوه ما پلاسما میتونیم پیدا کنیم. حالا این اتفاق چه میگوه؟ این میگوه این دلش از دلش یک که یک لحظه اما اولوهوش 5000 درجه سانتیگراد نزدیکی دست این میگو ایجاد میشه و این خیلی باعث میشه یه لحظه ما اونجا پلاسما ببینیم. حالا این سیستم دفاعی این میگوه برای اینکه یک موج صوتی دشمنانش رو دور کنه، ولی فیزیک بسیار جالبی در نحوه دفاع این میگو وجود داره. خیلی از ایده‌هایی که ما داریم میگینیم برای جوش هسته‌ای از همین میگو میاد که موج‌های خیلی زیاد میدان مغناطیسی ایجاد کنه، دماهای خیلی بالایی برای ما تولید کنه. یه جای دیگه که شما میتونین پلاسما توی خونه‌تون پیدا کنین با تو بود. ما رو خونه هم انجام برای تو نمیشون در خونه نبید. این دو ال در یک ماه قرار داره. همین روی فیلمی توی خونه پیدا شد. مایکروویو رو که روشن میکنین به میگه دو تا گور پلاس شد میشه. این یه که سوالی بوده که همیشه بوده، مردم انگور گذاشتن توی مایکروویو و این پدیده رو دیدن، ولی هیچ به صورت جدی اینو بررسی نکرده که چه اتفاقی میفته. تا اینکه پارسال پاییز تو پی ان ای شد که رزونانس موج مایکروویو در واقع توی انگور وجود پلاسما رو بین این دو انگور تایید کنه. این تایید که از وسط نصف کردم، فقط میخوایم سطح مقطعش رو ببینیم. اینم فیلم تند شده در واقع کند شده این پدیده است. اتفاقی که میفته مایکروویو طول موجش هولوش 10-12 سانتی متره، ولی وقتی میخواد از توی انگور رد بشه به علت اینکه بشه انگور با هوا متفاوته، این طول موج به حدود 1.5 سانتی متر کاهش پیدا میکنه و این 1.5 سانتی متر انگوره و باعث میشه که یه جورایی داخل انگور هی این موج بره و برگرده و یه موج ایستاده ایجاد کنه و اونا توش اتفاق بیفته و این دو تا انگور رو وقتی کنار هم میذاریم باعث تشدید این رزونانس میشه و فضای بین این دوتا انگور تبدیل به پلاسما میشه. خب مطلب آخری هم که من میخوام بگم از دانشگاه ساری توی انگلیس، این پیپر توی نشنال ریپ شده این ماه و فکر میکنم خبر جالبیه که باشیم بخش کنیم.
این انگیزه این خبر مثل اتفاق خبرهای قبلی که بهتون گفتم همه از طبیعت این خبر هم مربوط به ایجاد رنگ بدون رنگدان است، فقط با داشتن ساختارهای فیزیکی که تفاوت رنگ ایجاد کنند، مثل بال پروانه، مثل پر تابوس. اما اگه با یه میکروسکوپ خیلی قوی داخل روی بال پروانه رو نگاه کنیم، میبینیم ساختهای در واقع لایه‌ای روی این پر وجود داره. نور وقتی میاد به این لایه ها میخوره بازتاب میشه و بعضی وقتا هم از این لایه ها عبور میکنه. این باعث میشه نورها در واقع پرتوهایی که از این لایه ها بازتاب میشن راه باشه. ما از محفظ فعال پنل میتونه یه همین ایده باید که آشوه داری و یه لابراتوار دیگه در ساسکس یه متریال جدید بسازن یه کلیوی درست میتونن به فیلی و وقتی این متریال رو که بسیار ارزون تموم میشه میبینن حتش مولی درش میدن سرنگ دیده تشترش میدن درست میدن الان این یک نمونه از این در واقع کریستال هاست که تحت زوایای مختلف رنگ مراوه بعد میگیرن فشارش میدن بخشهای مختلف رنگش عوض میشه. یکی از انگیزهای اینا برای در پیجوش سازی این دارد که اتوم سنسور رنگوش همچنین از اونجایی که این ماده با دما رنگش عوض میشه میتونن اینو توی مسئول قضا بزنن. وقتی شما از فرض کنین یک ماهی میخواین بخرین از سوپرمارکت و مهمه که این ماهی تا به خونتون میرسه یه دونه، اگه یه دونه از اینا بهش وصل باشه تا برسه خونه هی میتونین هم سرگرم بشین رنگاشو نگاه کنین، هم مواظب باشین که رنگش چون شد احتمالا ماهیتون خراب شده. توپای پلیمری توی این زاویه تشکیل میشن توی این ژل در واقع توی این کریستال. این رفتار رنگش با دما خواد نشون بده. یکی دیگه از کاربردهایی که این آزمایشگاه برای این محصول پیش بینی کرده ما بیاییم به ورزشکارامون یه لباس بدیم که از این کریستال تشکیل شده باشه، اون وقت وقتی دارن حرکت انجام میدن کدوم ماهیچه هاشون در تحت تن قرار داره و این تنش چجوری توی بدن توزیع میشه و خیلی مشکلی که برای ما پیش میاد در واقع تکنولوژی حل کرد. من انتهای این بخش رسیدم، امیدوارم که سوال براتون ایجاد شده باشه گل کنیم و ادامه بدیم و بتونیم کار تحقیقاتیتون رو. من خیلی متشکرم از علی، واقعا زحمت کشیدی، لطف کردی، خیلی خبر جذاب و جالبی بود. خب الان دیگه مثل قبلا نیست که بهتون بگم بعد از جلسه میتونین اگه سوالی داشتین از علی بپرسین، ولی حالا اگه واقعا سوالی واسهتون بود حالا بعد یه فکری براش بکنین، ولی احتمالا میتونیم یه بخش چنم ایمیل یا از یه طریق دیگه بعد از برنامه این ارتباط رو حفظ کنیم. خب بخش بعدی برنامه‌مون سخنرانیه که من از خانم دکتر قمرجات میخوام که تا وقتی که من معرفیشون میکنم لطفا اسلایداشون رو بیارن. خب منم خانم دکتر قمرجات رو معرفی کنم. خانم دکتر از دوستان قدیمی من هستن، تو دوره کارشناسی سال بالایی من بودن. ایشون سال 1385 کارشناسیشون رو و 86 کارشناسی ارشدشون از دانشگاه صنعتی شریف گرفتن.
و دکتراشون رو سال 2012 تقریبا فکر کنم میشه 4 سال بعدش یا 5 سال بعدش از در رشته بیوانفورماتیک از دانشگاه لایپزیگ آلمان گرفتن. زمینه تخصصیشون سیستم ها و شبکه های پیچیده و تأثیر متقابل دینامیک و توپولوژی تو این شبکه هاست و الان هم در دانشگاه سند شریف به عنوان هیئت علمی مشغول به کار هستن و سرپرست گروه پژوهشی مدل سازی پخش بیماری هستن تو دانشگاه فیزیک. تو کارنامه کاریشون یه تعداد زیادی گرند ها و افتخاراتی رو دارن که من سراغ همش رو نمیرم و فقط به این اشاره میکنم که پژوهشگر مؤسسه روبرت کوخ آلمان هم بودن که مؤسسه دولتی هستش تو آلمان و کلا کارنامه کاری خیلی پوری دارن و از اینکه قبول زحمت کردن که امروز برای ما صحبت بکنن خیلی تشکر میکنم، مخصوصا اینکه سخنرانیشون به شدت راجع به موضوعی که ما این روزا باهاش سر و کار داریم و هممون یه مقدار زیادی کنجکاویم که بیشتر راجع به این بیماری بدونیم و ایشون کارهای پژوهشی خیلی جذاب و جالبی کردن که ازشون میخوام که به ما با ما اشتراک بذارن. بفرمایید. من صداتون رو ندارم خانم دکتر، یه دقیقه، یعنی میکروفون الان آیا صدای من رو داریم؟ الان داریم خودتون بکنم صداتون رو بسته بودیم. درسته باز شده. لطفا اگر چون من فول اسکرین میکنم که سفر نمیبینم، اگر کسی سوالی داشت یا حالا چیزی بود منو هدایت بکنید. من بهتون اطلاع میدم. ممنون، لطف میکنید. من اول تشکر کنم از مقدمه که داشتین در معرفی من و همینطور از دعوتتون برای باشگاه فیزیک و از دانشگاه تهران خاطر میزبانی باشگاه فیزیک. در واقع من خیلی و از اونجا که بهم گفتین که مخاطب عام هست، من سعی کردم تا اونجا که میشه از هر گونه فرمولی در واقع اجتناب بکنم و به زبان بسیار ساده برای مخاطب کاملا عام توضیح بدم که مدل سازی چی هست و در پدیده‌های همه‌گیری ما چه کار می‌کنیم، چه جوری مدل سازی می‌کنیم و چه شکلی می‌تونیم پیش‌بینی یا پس‌بینی داشته باشیم. موضوعی که می‌خوام راجع بهش صحبت بکنم، سعی می‌کنم مختصر بگم و امیدوارم که در بخش سوال و جواب اگر سوالی هست من دقیق‌تر می‌شم و براتون جواب میدم. راجع به مدل سازی پسبینی و پیشبینی و پدیده های همگیری، برای به طور خاص پدیده های همگیری، اولا من همین عنوانی که مطرح کردم، گام به گام ما میایم تعریف میکنیم ببینیم یعنی چی کلماتی که استفاده کردیم و بعد میریم جلو. مدل چیه اساسا؟ وقتی میگیم مدل منظورمون چیه؟ یک چارچوب کیفی یا کمیه که یک یا یه دسته از پدیده های طبیعی رو توصیف و یا پیشبینی میکنه. حالا دقیقاً یعنی چی وقتی میگیم چارچوب کیفی یا کمی، یا وقتی میگیم یک پدیده یا دسته از پدیده ها توصیف یا پیش بینی کردن به چه معنیه؟ چارچوب کیفی یا کمی فکر کنم یک مثال خیلی خوبش اینه که مثلا یک کدوم از چارچوب های کیفی که اگه تو تاریخ علمش نگاه بکنیم اینه که ما دنیا رو به صورت عناصر چهارگانه در واقع سعی می‌کردیم توصیف کنیم. این یه مدل کیفی بوده، در واقع یک چارچوب کیفی بوده و سعی می‌کرده پدیده‌های دور و بر ما، مثلا اینکه می‌گفتیم که 4 تا همه چیز از 4 عنصر تشکیل شده، آب و هوا و خاک و آتش، و مثلا اگر چیزی رو پرت می‌کنیم اگر به زمین برمیگرده به خاطر اینکه عنصر غالب درش عنصر در واقع خاکه و ذات خاک اینه که به خاک برگرده، در نتیجه برمیگرده به زمین. یعنی یک چارچوب کیفی بوده، حالا البته الان به نظر ما خیلی ممکنه خنده‌دار برسه حتی این، ولی یک چارچوب کیفی بوده، سعی می‌کرده دنیای پیرامونش رو توصیف کنه و پدیده‌هایی هم حالا می‌تونسته، یه سری از پدیده‌ها رو می‌تونسته در واقع توصیف هم بکنه حتی در اون چارچوب کیفیش. ولی ما بعدها در تاریخ یاد گرفتیم که چارچوبای کمی داشته باشیم و سعی کنیم اگه پدیده‌ای داریم اون پدیده رو در واقع به صورت کمی سعی کنیم در واقع دنبال کنیم و بفهمیم که مثلا در یک زمان خاص در چه مکان خاصیه و کمی داشتیم نگاه میکردیم. از یک کدوم از اون چارچوب ها مثلا چارچوب فلک تدویره که فرض بر این بوده که اگر مثلا نگاه کنید توی شکل، حالا من این تصویر رو اینا رو از ویکی‌پدیا برداشتم، میتونید نگاه کنید جزئیات بیشتری تو ویکی‌پدیا انگلیسیش در واقع هست، اینکه
زمین مرکز زمین بوده و فرض می‌کردیم که بقیه سیارات که ما داریم مشاهدهشون می‌کنیم توی آسمان هم روی محور روی مدارهای دایره‌ای تدویر در واقع از این دایره میاد روی مدارهای دایره‌ای بودن و چند تا برای اینکه بتونن حتی خیلی دقیق‌تر بگن که چه موقع چه سیاره‌ای چه ستاره‌ای کجای آسمان قرار گرفته بعضا نیاز داشتن که چندین دایره روی همدیگه سوار کنن تا بتونن آنچه را که مشاهده میکنن یک تصویر کمی ازش داشته باشن و بگن که در این موقع من این سیاره را اینجا خواندم. پس این یه چارچوب کمی بوده، ولی الزاما بهترین چارچوب کمی نبوده که برای ما میتونسته توصیف کنه، که بعدا توی تاریخ علم هم جلو رفتیم و بعد خیلی حالا یاد گرفتیم که خورشید مرکز در واقع منظومه ماست نه زمین و چیزای بیشتر مدارهامون رو مثلا مدارهای بیضوی تغییر کردن و مدل‌هامون پیشرفت کردن در واقع. حالا برگردیم به همون بحثی دون تعریف اولیه که از مدل داشتیم، موضوع هم این بودش که می‌خواستیم یک پدیده یا یک دستی رو در واقع ما توصیف یا پیش بینی کنیم. این به چه معنیه؟ وقتی میگم یک پدیده یا یک دسته یعنی چی؟ برای همین مثالی که مثلا ما زدیم، در مثالی که مثلا برای فلک تدویر بود، اون مدل‌ها در واقع مدل‌های خوبی بودن برای اینکه بتونن میتونستن خوب بودن به این معنی که میتونن توانایی رو داشتن که با یه تقریبی یه پیش بینی کمی معقولی داشته باشن از اینکه مثلا اون سیاره رو کجا میشه مشاهده کرد، کی و کجا میشه مشاهدهش بکنه. ولی این مدل ها محدود به همین توصیف پدیده مثلا آسمانی از این نوع ستاره و سیاره بود. ولی وقتی به نیوتن میرسه، نیوتن در واقع برای ما یک چارچوب کمی در واقع تدوین میکنه که طیف وسیعی از پدیده ها رو میتونه توصیف بکنه و مثلا از افتادن یک سیب، از پرتاب یک مثلا گلوله تا توصیف این که ماه چه شکلی دور زمین میچرخه، زمین چه شکلی دور خورشید میگرده، چه زمانی چه مکانی هستن و طیف بسیار وسیع از پدیده ها رو ما میتونیم با چارچوبی که در واقع نیوتن برامون تدوین کرد و قاعدتا از تاریخ علم خیلی چیزا یاد گرفته شده بود تا به نیوتن برسه، یک چارچوب کمی داریم حالا که میتونه پدیده های بسیار زیادی رو در واقع توصیف بکنه و پیش بینی بکنه. پس طیفمون هم میتونه وسیع بشه به این معنی که چه پدیده‌ای رو میتونه داشته باشه. حالا وقتی میگیم توصیف یا پیش بینی یعنی چی؟ توصیف یه جور پس بینیه به این معنی که اون اتفاق رخ داده، من داده‌های از اون اتفاق دارم و حالا من میتونم یه مدل حالا کمی یا کیفی دارم و میخوام بیام تصویر کنم که آیا میتونم دقیقاً نل به نل اون اتفاقو بازبینی کنم، پس بینی دارم میکنم. پس به نوعی توصیف یعنی یه جور پس بینی، اون اتفاق افتاده و من دارم نگاش میکنم ببینم که اون مدلم میتونه اونو دوباره تولید بکنه یا نه. و پیش بینی یعنی چی؟ یعنی مدل من میاد ببینه اتفاقی که هنوز نیفتاده به چه صورت رو خواهد داد، در زمانهای آینده چه اتفاقی میفته. ولی پیش بینی هم قطعا با پیشگویی فرق داره دیگه، اینو برای مخاطب عام میگم اگه باش آشنا نیستش، یعنی که من کف بینی برای نیستش بکنم، من یه چارچوب دارم، یه سری پارامتر داره، یه سری متغیر داره، یه سری چیزا رو اندازه می کمیت ها رو اندازه گیری می کنم به عنوان در واقع ورودی های مدلم خواهد بود و بعد به عنوان خروجی مدلم پیش بینی خواهم کرد که چه اتفاقی می افته. پس این هم تعریف ما از توصیف و پیش بینی، یعنی پس بینی و پیش بینی به نوعی. حالا اگر تو همین چارچوبی که داریم صحبت میکنیم پیش بریم، سوال پیش میاد که چه مدلی خوب هست. مثلا برای سیاره و ستاره ها ما مدل هایی داشتیم که میتونستن پیش بینی یا پس بینی خوبی داشته باشن نسبتا. در شرایط موجود ما معمولا مدلی رو میگیم مدل بهتریه که مدل ها میتونن، اولا این نکته رو بگم، مدل ها میتونن بر مبنایی که میخوان به سوالای متفاوتی جواب بدن تحریزی بشن، در نتیجه ممکنه که اهداف متفاوتی پشت تحریزی مدل باشه و ما هم نتایج متفاوتی از اون مدل‌ها بگیریم. ولی اگر مدل‌های بدیل داشته باشیم به این معنی که برای یک پدیده چندین مدل وجود داشته باشه که میتونن همزمان پس‌بینی و پیش‌بینی‌های معقولی داشته باشن، کدوم مدلی که ما بهش در واقع اولویت میدیم و میگیم مدل بهتریه؟ مدلی که قدرت و دقت پس‌بینی و پیش‌بینی بیشتری داشته باشه، طیف پدیده‌های وسیع‌تری رو بتونه در واقع در بر بگیره برای توصیف و پیش‌بینی و مینیمال باشه. چارچوب فلسفی فکری که در واقع در
فیزیک دنیای مدرن غالب هست، یه چارچوب تقلیل گرایانه است. به همین منوال مدل هایی که در واقع پارامترهای کمتری داشته باشن و خیلی مینیمال باشن و در عین حال طیف وسیع‌تری از پدیده ها رو با دقت و قدرت بالاتری بتونن پس بینی و پیش بینی کنن، معمولا مدل های برتر هستن. حالا ما وارد یک مقدمه بود راجع به اینکه مدل چیه و مدل سازی چیه. حالا جلوتر میریم به طور خاص تمرکز میکنیم روی پدیده‌های همه‌گیری. پدیده‌های همه‌گیری پدیده‌هایی هستن که میتونن تنوع داشته باشن و توی اقتصاد، مسائل اجتماعی و مسائل زیستی ما میتونیم مثال‌هایی از پدیده‌های همه‌گیری رو در واقع پیدا بکنیم. مثلا به طور خاص حالا چون بحث کووید 19 و کرونا هم داغ هست، از همین سه مثال، سه حوزه‌ای که من در واقع نام بردم میتونیم این مثال‌ها رو ببینیم. مثلا میدونیم که اخباری داره راجع به کرونا در واقع پخش میشه، حالا این اخبار میتونن کذب باشن یا صدق باشن. از اون ور خود دینامیک پخش بیماریه، یعنی یه دینامیکی داریم که دینامیک پخش بیماری در واقع زیستیه، در واقع بین ویروس و میزبانش انسان داره رخ میده. از اون ور یه دینامیک دیگه داریم که دینامیک خبره، خبر داره در جامعه میزبان در واقع پخش میشه. از اون ور یه چیزی هست، مثلا مثال اقتصادی اگه بخوایم بزنیم، محصول تجاری هست، مثلا ماسک هایی هستن که الان ما داریم استفاده میکنیم و شرکت های مختلفی دارن این ماسک ها رو تولید میکنن، ولی به عنوان یک محصول تجاری اگه به قضیه نگاه کنیم میخوایم ببینیم که از نقطه نظر اون شرکت این اهمیت داره که این محصول تجاری چقدر میتونه فراگیر و همه‌گیر بشه در واقع در رقابت با محصولات دیگه که تو بازار مثلا وجود داره. پس میگم مثال های از نوع همه‌گیری، پدیده‌های همه‌گیری که از شخص به شخص دیگه در واقع یا یاد میگیرن یا مصری سرایت میکنه، خبر شنیده میشه یا از این نوع، اینا همه پدیده هایی هستن که شباهت های زیادی با هم دیگه دارن. در واقع اولین شباهتشونه که منتقل میشن از شخصی به شخص دیگه، حالا میگم یا یاد گرفته میشن یا از نوع زیستیش در واقع داره ویروس منتقل میشه از شخصی به شخص دیگه. یعنی که من توصیه میکنم که مثلا این ماسک رو استفاده کنیم یا اون ماسک رو. پس این شباهت هایی که دارن، حالا میتونه تفاوت هایی هم داشته باشه دیگه، این که مثلا من ممکنه فراموش بکنم یا نکنم، یا اینکه بیماری مثلا در بدن من بمونه ویروس در، یا اینکه میتونه تفاوت‌های پدیده به پدیده به طور خاص اگر روش متمرکز بشن با هم دیگه هم داشته باشن. حالا اگر ما متمرکز بشیم باز از میگم مثال‌های اقتصادی اجتماعی و زیستی که زدیم متمرکز بشیم روی همه‌گیری بیماری‌ها، میتونیم باز یه نگاهی به تاریخچه این قضیه بکنیم. کووید 19 که ما الان در کل دنیا باهاش درگیریم اولین داستان نبود، آخرین داستان هم نخواهد بود. مثال‌های تاریخیش رو اگر بخوایم ببینین، این نقشه جهانه و اگر نگاه بکنین، مثلا اگر منحنی‌های قرمز رو در واقع با چشتون دنبال کنید، چون من نمیتونم خیلی خوب از ماسم استفاده کنم اینجا، مثلا میبینید که از مرکز آفریقا یک زمانی در واقع یک بیماری شروع شده و در طول تاریخ اگه نگاه کنین نقاط مختلف بعضا بهش اشاره شده که مثلا چه موقعی تو تاریخه به جاهای مختلف دنیا رسیده و کل دنیا رو در بر گرفته. این روند شیوع قبلا هم وجود داشته که بیماری یا ویروس، باکتری، حالا بیماریزا هر چی از هر نوعی که از ویروس یا باکتریه، از یک جای از دنیا در واقع جهش پیدا کرده، در واقع به صورت جدید وارد اکولوژی محیطی در واقع وارد محیطش شده و بعد در جامعه میزبانش پراکنده شده و حالا بسته به اینکه مقیاس جابجایی میزبانش چقدر بوده و وسعتش چقدر بوده ممکنه در کل جهان هم حتی پخش بشه و این ممکنه در مقیاس زمانی بسیار طولانی باشه، در مرتب دهه، صده و یا هزاره باشه، یا اینکه میتونه در مقیاس بسیار کوتاهی باشه مثلا کرونا که دیدیم که در مقیاس زمانی کوتاه به خاطر یکی از دلایلش اینه که الان ترافیک هوایی که ما در کل دنیا داریم یک شبکه به طور خاص شبکه مقیاس بی مقیاسه و میتونه سرعت خیلی تسریع کنه در واقع پخش بیماری ها رو. اگه تو عدد و رقم هم نگاه بکنیم به اینا، مثلا میبینیم که آنفولانزا اسپانیایی بین برآورد شده که بین 50 تا 100 میلیون آدم رو در سالهای 1918 و 1919 فقط در دو سال کشته. این عدد رو اگر نگاه کنیم، این عدد عددهای تاریخی هست، مثلا برای آنفولانزا اسپانیایی بین دو ساله، ولی برای بیماری های دیگه مثلا میبینید که مثلا چه میدونم برای تا اون سیاه اگر نگاه کنید مثلا 541 تا 750 مثلا میلادی، یعنی بین چند صد است در واقع که مثلا تخمین زدن چه جمعیتی مثلا حدود 25 میلیون مثلا
کشته داشته و غیره. یعنی میبینید که اینا به طور برآورد شده که چه جمعیتی گرفته. فقط برای اطلاعتون بگم در واقع بزرگترین دشمن انسان تا به الان در تمام بلایای طبیعی و انسانی مثل جنگ و غیره بیماری های واگیردار بودن. عفونی واگیردار که خیلی سریع در واقع تونه، حالا سریع یا کند به این معنی که دارید میبینید که ممکنه بین 10 تا 100 حتی وسعتش باشه، و ما همچنان چالش داریم که چه شکلی با همه گیری ها مواجه بشیم و عکس العمل سریع بتونیم نشون بدیم. در واقع نمودار دوباره از نوع دیگرش هم هست، میگم که این از نوع زمانیش اگر نگاه کنین، تو این نمودار اگر نگاه کنین ما الان درگیر سمت چپ اولین جلوترینی که دارید نگاه میکنید در واقع همین کووید 19، ولی همینطوری عقب که میریم در واقع مثالهای داره نشون میده که در چه زمانی از تاریخ بشر شروع شدن، و میبینید که حتی تو 100 سال گذشته هم ما چندین همگیری داشتیم مثل آنفولانزای نمیدونم خوکی، سارس، ابولا، مرس و اینا، ولی وسعت جغرافیاییش در یک منطقه باقی موند خوشبختانه، در حالی که کرونا وارد فاز دنیاگیری شد. و مثلا توی 100 سال گذشته ما از اونم آنفولانزا اسپانیایی رو داشتیم که وارد فاز دنیاگیری شد. در نتیجه میگم این اولین داستان نبود، آخرین داستان هم نبود، ما یک شانسی داشتیم که در واقع در این منطقه‌ای بودیم که حالا دیرتر هم کمی به ما بیماری رسید و در واقع به یه نوعی هم چون وارد فاز دنیاگیری شدیم آشناتر داشتیم نگاه میکردیم بقیه هم دارن چیکار میکنن، یادم داریم میگیریم که در حین حال چجوری عکس العمل نشون بدیم. پس اهمیت موضوع راجع به همه‌گیری بیماری ها در اینه که این اتفاقات میفتن و احتمال این که اتفاقات بیشتر هم بشن، حالا در پایان بحث دوباره بهش برمیگردم، ممکنه بیشتر هم بشه به خاطر تغییرات اقلیمی که داره رخ میده. حالا اگر بخوایم بدونیم که چه شکلی میتونیم این همه‌گیری ها رو مدل سازی بکنیم، کتاب‌های مرجعی هستن که خیلی خوب از پایه در واقع توضیح میدن. من امروز فقط دو مدل پایه رو بسیار بسیار پایه‌ای فقط توضیح میدم و وارد هیچ‌گونه از جزئیاتش نمیشم، ولی مثلا مدل کتاب مدل سازی بیماری‌های عفونی در واقع که نوشته مت کلینگ و پژمان روحانیه یکی از کتاب‌های مرجع بسیار خوبه. دو تا کتاب دیگه که سمت راست و چپ من گذاشتم کتاب‌هایی هستند که روی شبکه‌ها کار می‌کنن و در واقع میگن که دینامیک روی شبکه تماسی چه شکلی پخش میشه. حالا جلوتر می‌ریم می‌بینیم که چه تأثیری خواهد داشت. رویکردهای مطالعه متفاوتن. من خیلی خلاصه فقط میگم توی مدل سازی‌ها که بدونیم چه رویکردایین. بعضی از این رویکردها تعیونین، یعنی که من خیلی می‌خوام بگم که مقدار درصد مثلا جمعیت چجوری، ولی مدل سازی یا اون در واقع چارچوب ریاضی که استفاده میکنم چارچوب تعیونیه، در حالی که میتونم مدل هایی داشته باشم که احتمالاتی هم و با یک چارچوب استوکاستیک در واقع دارم یه رویکرد استوکاستیک به مسئله دارم و میام میگم که چه با چه احتمالی مثلا این اتفاقا رو خواهند داد. من وارد این جزئیات نمیشم، ولی اگر سوالی باشه حتما در پایان بحث خوشحال شمش برگردم. فقط میخوام بگم که چارچوب هایی هم که دارین، چارچوب های کمی هم که گفتم برای مدل سازی داریم، چارچوب های متفاوتی هم و بسته به این که مورد سوال ما چیه ممکنه یک کدوم از این چارچوب ها بهتر باشن که بتونم در واقع سوال رو بهش پاسخ بدم. حالا مقیاس های متفاوتی هم وجود داره برای اینکه من میخوام مسئله رو بررسی بکنم. میتونه مقیاس بسیار ریز باشه، میکروسکوپیک باشه، میتونه مزوسکوپیک باشه یا ماکروسکوپیک باشه. حالا به چه معنی؟ ما میریم جلوتر اینو میبینیم که دقیقا یعنی چی. مقیاس ماکروسکوپیک یا تقریب‌های میدان میانگین، حالا من وارد فقط میخوام کلیت داستانو بگم ولی اصطلاحات هم گذاشتم که آشنا بشید با این اصطلاحات، به این معناست که من میام در نظر میگیرم که در سطح ماکروسکوپیک مشاهده پذیر من مثلا اگر تعداد بیمارهاست چه اتفاقی رخ میده، چه شکلی میتونم تعداد بیمارها یا درصد از جمعیتم که در واقع دارن بیمار میشن و من میتونم توصیف و پیش بینی بکنم. وارد این جزئیات نمیشم که چه کسی با چه کسی در تماس بوده و آیا مثلا شخص به شخص چقدر بیماری انتقال پیدا کرده یا نه. من فرض میکنم که همه به طور متوسط با یه جمعیتی در تماسم و با این فرض میخوام یک چارچوب کمی بسازم برام جلو. برای اینکه این چارچوب رو بسازم من میام فرض میگیرم که آدم ها میتونن در سه حالت باشن. من اصطلاحاتش رو اینجا به انگلیسی نوشتم به خاطر اینکه حالا مدلم بعدا میگیم اسکوزاریش SIR هست، در واقع
من میام آدم‌های سالم که دسته S قرار میگیرن سوسپتبل ها هستن، بعد میام میگم آدم‌هایی هستن که بیمار شدن و ناقلن اینفکتد و اینفکشسن، و بعد میام میگم که آدم‌هایی هستن که در وارد دسته R یا یا بهبود یافتن یا اینکه حذف شدن، حالا به معنی مرگ یا هر چیز دیگه که بخواین از جینامیک در نظر بگیریم. به این مدل که یکی از مدل‌های پایه‌ای در واقع مدل سازی همه‌گیری بیماری هاست SIR میگن، به خاطر همین سه حرف اولی که در واقع از این سه حالت گرفته شده. حالا من اگه بخوام اینو در یک چارچوب کمی و ریاضی بنویسم، باید ببینم که چه شکلی بین این دسته ها جا به جا میشم. یعنی من اگه تو دسته آدم های سالم هستم، با یک آهنگی مثلا میتونم در تماس به طور متوسط با آدم های ناقل وارد دسته ناقل ها بشم، و وقتی که بیمار بشم و ناقل بشم قاعدتا، و وقتی که بیمارم با یک نرخی هم یا یک آهنگی در واقع من میتونم بهبود پیدا بکنم. مثلا من همین چیزایی که احتمالا راجع به کووید 19 شنیدید، مثلا اگر یک شخصی بیمار بشه به مدت بین مثلا تقریبا به طور متوسط تقریبا تو 3 هفته بهبود پیدا میکنه، اگه بهبودی کامل پیدا میکنه تقریبا بهبود پیدا میکنه تو 3 هفته، ولی این عدد متوسطه و حالا از روی آماری میادش که ما از آدمهای مبتلا در واقع میبینیم. حالا اگه بخوام ببینم که چه اتفاقی میفته، میام ببینم که تو هر گام زمانی چه اتفاقی میفته. خب یک دستگاه معادل دیفرانسیل مینویسم برای دست اون دوستانی که هنوز آشنا نیستن و ممکنه شنونده های ما از دوستای دبیرستانی نباشن، سمت چپ در واقع من فقط میام در نظر میگیرم که تغییرات هر کدوم از این دسته ها در واحد زمان چقدره. اس نقطه که اینجا من دارم مینویسم داره به من میگه که تغییرات این دسته سالم ها در واحد زمان چقدره، و سمت راست میگم که با اون آهنگ آلفایی که من در نظر گرفته بودم، سالم هایی که در همسایگی با ناقل ها قرار گرفتن با آهنگ آلفا در واقع از این دسته خارج میشن، به همین معنی منفی چون دارن از این دسته خارج میشن. همین دسته که خارج شدن وارد دسته بیمار و ناقل میشن، در نتیجه همون جمله به صورت مثبتش توی معادله خط دوم نوشته میشه، و بعد با یه آهنگی هم اینا بهبود پیدا میکنن. من الان اینجا آهنگ بهبودی رو در واقع 1 در نظر گرفتم فقط برای ساده سازی، ولی به طور عمومی ما یک آهنگ در واقع واگیری داریم و یک آهنگ بهبود یافتگی داریم. نکته جالب و اتفاق جالبی که میفته اینه که من اگر بیام روی مقیم R0 رو، حالا R0 رو جلوتر توضیح میدم که دقیقا چیه توی اسلاید بعدی، که اینجا R0 هم همون آلفایه ولی من دقیق تر توضیح میدم که R0 چیه، ولی توی این ساختاری که من الان براتون چیدم تو محفر افقی فرض کنید که من نرخ واگیری رو با فرض اینکه نرخ بهبودی 1 گذاشتم، و تو محور عمودی دارم نگاه میکنم که یه مشاهده ماکروسکوپیک در واقع دارم، و اون مشاهده ماکروسکوپیک هم اینه که چند درصد جامعه هم در واقع در نهایت بهبود پیدا کردن، یعنی مریض شده بودن و در نهایت هم بهبود پیدا کردن وقتی که دینامیک تموم شد، وقتی که در واقع همه گیری از بین رفت چه اتفاقی افتاده. اگر من بیام اینو تغییر بدم، میبینم که یک جایی وجود داره که بیماری در واقع بقا پیدا نمیکنه، بیماری میمیره، همه گیری رخ نمیده. یک فازی هستش که انگار که بیماری نگرفته، نتونسته بقا پیدا بکنه، اون ویروس باکتری نتونسته دووم بیاره تو جامعه انسان، ولی به ازای آلفا های بزرگتر که اینجا همون R0 گفتم معادل همون آلفامه، وارد جایی میشم که در واقع همه گیری رخ میده، و حالا بسته به اینکه چقدر این آلفا یا اون R0 هم بزرگتر هست، در حالت تعادل که دینامیک تموم شده درصد بیشتری از جامعه در واقع درگیر اون بیماری شده بودن، و این نمودار داره اونو نشون میده که من به تعبیر فیزیکی میگم یک تغییر فاز دارم، و این تغییر فاز پیوسته است که در یک نقطه این گذر رخ میده که من از فازی که بیماری در واقع همه‌گیری نداشتم به فازی که همه‌گیری رو خواهد داد خواهم رفت. اگر متمرکز بشم روی اون منطقه یا اون فازی که همه‌گیری رخ میده، میتونم مثلا به ازای یک آلفای خاص یا یه R0 خاص
بیام تحول زمانی دینامیک رو نگاه کنم. به چه معنی؟ یعنی بیام نگاه کنم که روی محور افقیم زمان رو نشون بدم، روی محور عمودیم تعداد یا درصد جمعیتی نشون بدم که دارن اون بیماری رو میگیرن. این اون چیزیه که مثلا شما روزانه تو گزارش‌ها دارید می‌بینید. مثلا تلویزیون روزانه بهتون میگه که امروز به بهبودی یافته‌ها اینقدر اضافه شده، امروز به مبتلایان اینقدر اضافه شده و غیره. در واقع دارید این نوع منحنی‌ها رو نگاه می‌کنید در اخبار و اون گزارشاتی که داره بیان میشه. حالا برگردیم به اون مفهوم آرسف که یک مفهوم بسیار کلیدیه. دیدیم که کلیدی بودنش به چه معنا بود. اگه برگردم دوباره به همین منحنی که داشتم، در واقع آرسف به من نشون دادش که من بیماری در واقع بقا پیدا خواهد کرد یا مورد فاز همه‌گیری میشم. اگر بیماری از بین بره یا نره به اون آرسف چش در واقع بستگی داره. حالا باز دوباره برمیگردیم تمرکز میکنیم روی آرسف، ببینیم تعریف دقیقمون از آرسف چیه. آرسف عدد بازتولید پایه است. حالا من نمیدونم ترجمه مناسبی یا نه، ولی من این ترجمه براش برمیشتم و به من نشون میده که در ابتدای شروع، این نقطه بسیار مهمه، چون به همین دلیل بهش میگیم آرسف، چون راجع به ابتدای شروع صحبت میکنه نه بعد از اون. چقدر یک بیماری مصریه و میتونه منتقل بشه؟ به چه معنی؟ به این معنی که من میام میگم آرسف یعنی تعداد تماس ها در واحد زمان ضرب در احتمال انتقال برای یک تماس در مدت زمان انتقال. یعنی مثلا اگر دوره‌ای که یک بیمار میتونه بیماری رو انتقال بده، مثلا حالا برای یک بیماری خاص 5 روزه، توی این 5 روز به طور متوسط با چند نفر آدم در تماسه و در هر تماس چقدر میتونه بیماری رو منتقل کنه. اگر همینجا من فرمات پنشم صدای من میاد، چیزی قطع نشده که احتمالا. بله صدای شما رو داریم. چون من صدای پس زمینه شنیدم گفتم شاید. پس در نتیجه آرسف من داره میگه که توی نسل اول مثلا یک نفر داره به 3 نفر میده، الان شکلی که دارید میبینید، و هر کدوم از اونا تونستن دوباره به طور متوسط به 3 نفر در واقع بیماری منتقل کنن. برای این شکلی که دارید میبینید آرسف 3، ولی همچنان چیزی که نکته که گفتم این آرسف ره، یعنی برای ابتدای شیوعه و مهمه که بدونم که میگم تعداد تماس‌ها در واحد زمان چقدر، احتمال انتقال برای یک تماس چقدر و تو مدت زمان انتقال، یعنی مثلا اگه 5 روز من میتونم ناقل باشم چقدر میتونه این باشه، و این رو تو متوسط به من یه ایده میده که چه اتفاقی رخ میده. و همونطور که تو اون نمودارم نشون دادم، آر صفر به من میتونه ایده بده که آیا من میتونم وارد فاز همه‌گیری بشم یا نشم. حالا یه مدل دیگه وجود داره، این یکی از مدل های پایه بود اومده بود در واقع به 3 حالت تقسیم کرده بود که میگفتش که آدم ها سالمن، بیمار و ناقلن و بعد بهبود پیدا میکنن. ولی ما بیماری هایی داریم که بعد از بهبودی مثل سرماخوردگی همچنان آدم میتونه دوباره در دسته سالم ها قرار بگیره و دوباره به همون بیماری مبتلا بشه. به این مدل ها میگم مدل های SIS. در واقع دیگه من اینجا فقط 2 تا حالت دارم که سالمم و مستعد گرفتن بیماری، یا اینکه بیمارم و ناقلم و وقتی که بهبود پیدا میکنم دوباره برمیگردم به وضعیت سالم، یعنی خارج نمیشم از اون دسته. حالا اتفاقی که میفته دوباره مشابه همون مدل پایه‌ای قبلیم، من میتونم در نظر بگیرم که یک آهنگی وجود داره برای ابتلا و از اون ور یک آهنگ برای بهبود یافتگی و برگشتن به وضعیت سالم و مستعد. و دوباره اگه بیام تغییرات هر کدوم از این حالت‌ها رو در جمعیت کلم در واحد زمان میخوام نگاه بکنم، میبینم که با اون آهنگی که داشتم وقتی سالم‌ها در همسایگی در مبتلاها قرار میگیرن خارج میشن از اون بلوک در واقع و به اون یکی بلوک وارد میشن و این معادلات رو بنویسم و بعد میتونم دوباره از حل عددی یا تحلیلی و از این اوقات اگر میتونم انجام بدم بیام ببینم که چه اتفاق میفته. اینجا هم مشابه هم ما دوباره یک جور تغییر فاز داریم، به این معنی که یک فازی وجود داره که بیماری اگه آرسف کوچکتر از اون باشه بیماری در واقع همه گیر نمیشه، در حالی که اگر آرسف بزرگتر از یه آرسف نقطه گذارم باشه وارد فاز همه گیری میشم. ولی این بار اگر تو فاز همه گیری من به دینامیک مسئله نگاه کنم، یعنی به تحول زمانی نگاه بکنم، یک فرقی با مدل SIR داره. در مدل SIR تعداد مبتلاها بعد از یک زمانی در واقع تموم میشد و یعنی منحنی برمیگشت و به صفر میرسید، در حالی که تو مدل SIS این در یه وضعیت تعادلی باقی میمونه.
و همونجا میمونه. حالت تعادلش در واقع یک جایی اونجا هست که مثلا چند درصد جامعه هم در رفت و آمد بین SOI خواهم بود. پس یک درصدی از جامعه همجا آنجا خواهد بود. خب این دوتا مدل بسیار پایه‌ای بودن که برای مدل سازی پدیده‌های همه‌گیری استفاده میشن. نه تنها برای همه‌گیری بیماری‌ها، این مدل‌های پایه‌ای همونطور که گفتم برای مدل‌های پایه برای مسئله‌های همه‌گیری مثل شایعه، محصول تجاری و اینجور چیزا هم هستن و استفاده میشن. البته معمولاً ورداشت‌های مختلف این مدل‌های پایه و المان‌های دیگه به اینا اضافه می‌کنیم. حالا سوال اینه که آیا این مدل‌ها واقعا مدل‌های خوبی هستن یا نه با اون تعریفی که ما داشتیم. هم می‌تونیم بگیم بله و هم می‌تونیم بگیم خیر. این مدل‌ها مدل‌های بسیار پایه‌ای و مینیمال هستن در واقع. پارامترهای بسیار کمی دارن و پدیده‌های زیادی می‌تونه در بر بگیره. ولی از اون طرف هم اگه به طور خاص من می‌خوام روی یک پدیده روی یک همه‌گیری خاص متمرکز بشم برای یک بیماری خاص، اطلاعات بیشتری از اون بیماری نیاز دارم تا واقعا بتونم دقیق پس بینی و پیش بینی کنم چه اتفاقی افتاده. پس باید بدونم دقیقاً چی رو میخوام جواب بدم و چقدر این مدل دامنه در واقع اختیاراتش هست که میتونه چه سوالات رو پاسخ بده یا نه. پس این نکته مهمیه که بدونم چقدر میتونم از مدل های SIR یا SIS استفاده کنم یا چگونه از اونها استفاده کنم. اگه من از که از مدل های پایه استفاده بکنم برای یک بیماری خاص، باید در نظر بگیرم که R0م مثلا درست اندازه گیری بشه و اون اندازه گیری در واقع همچنان بتونه پیشبینی خوبی برای من داشته باشه. حالا توی این چیزی که گفتیم توی مقیاس ماکروسکوپیک بود و روی یکی از مشاهده پذیرهای ماکروسکوپیکمون که تعداد بیمارها بود در واقع متمرکز بودیم و به این توجه نمی کردیم که تماسهای فرد به فرد چه تأثیری میتونه روی دینامیک و تعداد بیمارها در کل داشته باشه. ما اگر وارد یه مقیاس دیگه بشیم که مقیاس میکروسکوپیکمون هست و مدل‌های فرد محور در واقع هستن، میام اطلاعات بیشتری رو در مدلمون در واقع وارد می‌کنیم. به چه معنی؟ مثال‌هاشو دارید می‌بینید. مثلا میمونه که مثلا من شبکه‌های مثلا ارتباطی مثل فیسبوک، مثل اسکایپ، مثل اینستاگرام، این شبکه‌ها رو دارم. یعنی می‌دونم که کی با کی در تماسه و اگه یه شایعه‌ای داره پخش میشه، اگه بدونم که چه کسایی با هم در تماس بودن، می‌تونم اطلاعات بیشتری داشته باشم و دقیق‌تر بگم که چه اتفاقی می‌افته. آیا مثلا اون شایعه فراگیر خواهد شد در فیسبوک یا نه، اگه شبکه ارتباطات فیسبوک رو من مثلا داشته باشم. یا مثلا مثال های دیگه که دارید میبینید، مثلا پایین دست چپ مثلا یه مثال مثلا مال مترو یا حالا هر در واقع خطوط انتقالی در اون شهریه. اگر که مثلا بیاییم مثلا هشتون قطارهای در اون شهری دارم در یک شهری و مثلا یک تأخیری در مثلا یک کدوم از قطارها رخ بده، آیا این تو کل شبکه پخش میشه یا نه اون تأخیرم؟ این از این نوع سوالهای پخشه، همچنان میتونم بهش به چشم سوال پخش نگاه بکنم. پس من نیاز دارم اون شبکه ارتباط قطارها رو داشته باشم تا بتونم به این سوال جواب بدم. یا حالا شبکه‌های دیگه که وجود داره مال بیماری ها، مثلا سمت راست مثلا شبکه‌ای که دارید میبینید، بیماری‌ها بین گونه‌های مختلف هم منتقل میشن. مثلا وقتی میگیم آنفولانزای خوکی، یعنی که بین انسان و خوک ممکنه مشترک، آنفولانزای مرغی بین مرغ و انسان مشترک بوده. کووید 19 در واقع با دو واسط به انسان رسیده، از خفاش به یه گونه دیگه وارد شده و از یه گونه دیگه به انسان وارد شده. در نتیجه یک شبکه از اکولوژی در واقع وجود داره که چه گونه‌هایی با هم در تماسن و امکان این وجود داره که بیماریزا از این گونه به اون گونه منتقل شه. در نتیجه من اطلاعات بیشتری داشته باشم، ممکنه بتونم پیش بینی کنم که آیا امکان این هستش که بیماری جدیدی یا بیماری وقتی از بیماری‌های مشترک بین گونه‌ها وقتی شروع می‌کنه، مثلا بیماری مشترک بین انسان و خوک هست و مثلا جاهایی هستن که خوکداری دارن و اگر بیماری شایع شد توی خوک‌ها چقدر احتمال داره که وارد جامعه انسانی بشه و غیره. به این سوالات جواب دادم. در هر صورت نکته اصلی اینجا اینه که من اگه اطلاعات بیشتری داشته باشم و اون اطلاعات در واقع شبکی ارتباطی باشه که در حالا
محصول تجاری یا شایعه یا بیماریزا داره روش در پخش میشه و همه گیر میشه، میتونم پیشبینی دقیق تری از اون پدیده داشته باشم. حالا میخوایم ببینیم که این پیشبینی دقیق تر به چه صورته و خودشو کجا نشون میده. اون نموداری که ما اینجا دیدیم و در واقع محور عمودی یکی از مشاهده پذیرای ماکروسکوپیکمون بود که تعداد کسانی بودش که مبتلا میشدن و نشون میدادش که من اگر R0 پارامتر کنترلم که در واقع پارامتر دینامیکی مسئله است که نشون میداد که آهنگ واگیری بر روی آهنگ بهبودیافتگی چقدره، من اینو تغییر بدم میتونستم از فازی که بیماری در واقع منتقل نمیشد به فازی که همه‌گیری رخ میده برم. یک نکته اینه که اگه من شبکه تماسی رو در نظر بگیرم، این نقطه اطلاعاتی از شبکه تماسی رو هم در بر خواهد داشت و ممکنه که به خاطر ساختار شبکه تماسی این نقطه جابجا بشه. به چه معنی؟ مثلا شبکه های بیمقیاس، شبکه هایی که یه سری رأس ها در واقع خیلی تماس های زیادی دارن و رأس های زیادی هستن که تماس بسیار کمی دارن، مثل شبکه ترافیک هوایی که یه سری فرودگاه هستن که به صورت هاب هستن و خیلی در واقع خروجی ورودی دارن، ولی یه سری فرودگاهی هستن که خیلی فرودگاه زیادی هستن که ورودی خروجیشون در واقع خیلی کمه. اینا میتونن، این نوع ساختار میتونه این R0 رو تغییر بده و اگر R0 کوچک بشه یعنی که فاز همه گیری خیلی راحت تر رو خواهد داد. پس یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که شبکه ساختار شبکه میتونه اون نقطه گذار ما رو تغییر بده و توی اون اعمال میشه. حالا اگر من به طور زبان ساده بخوام بگم، در واقع یک سر قضیه پارامترهای دینامیکی مسئله، پارامتر مثل این که نرخ انتقال بیماری بر نرخ بهبودیافتگی در مقایسه با ساختارم، مثلا یک بر روی متوسط درجه روز چقدره، میتونم بگم که بیماری همگیر میشه یا نمیشه. حالا من وارد این جزئیات نمیشم، ولی اگه سوالی بود حتما میتونید من سوال بپرسید، خوشحال میشم جواب بدم. ولی اگه من در فاز همه گیری باشم و بخوام ببینم که ساختار روی همون چه تأثیری میذاره، الان یکی از مثالایی که دارید میبینین نگاه میکنیم به همون نمودار تحول زمانی، من همچنان دارم روی محور عمودی تعداد یا درصد بیمار و اینجا البته تعداده و توی محور افقی دارم زمان رو نگاه میکنم. اون چیزی که میبینید دو نوع شبکه با دو تا ساختار متفاوت من گذاشتم. شبکه آبی در واقع شبکه کاملا تصادفی آدم ها با هم تماس پیدا میکنند. در شبکه دنیای کوچک شبکه‌ای هستش که بین نظم و بی نظمی شکل گرفته، یعنی من یه سری تماس هایی دارم که بسیار منظمه، به این معنی مثلا میتونید فرض کنید که یه سری افراد خانواده هم هستن که من تماس هم کاملا با اینا مشخصه، من روزانه با اینا تماس دارم، ولی یه سری تماس تصادفی هم دارم، به این معنی که میرم سوار مترو میشم و به طور تصادفی با یه سری آدم ها در تماسم. این میتونه شبکه دنیای کوچک باشه. تو همینجا اگه من به محور تحول زمانی نگاه بکنم، میبینم که با اینکه این دوتا شبکه یک متوسط درجه، یعنی اینجا این شبیه سازی که گذاشته شده متوسط درجه روز جفتشون 4 بوده، ولی میبینیم که تو شبکه دنیای کوچک با خیلی نرمتر بوده این تحول زمانی و زمان اوجش دیرتر و تعداد کسایی که در زمان اوج مبتلا شدن هم کمتره. حالا اگه به تعداد بهبودیافته هم در نهایت نگاه کنم که نشون میده در کل چند نفر جمعیت در واقع درگیر این بیماری شدن، میبینید که در واقع برای دنیای کوچک این کمی کمتر از مثال اردوسترینیه، شبکه اردوسترینیه. حالا من اگر برم جلو میتونم شبکه های دیگه هم طراحی کنم، مثلا توی همین مدل های فرد محور، از این چارچوب فرد محور میتونم جای دیگه مثلا بیام نشون بدم که در یک محیط بسته، مثلا مثل باشگاه ورزشی، سینما، مسجد یا یک مکان عمومی اگر هستم، چقدر احتمال داره که در واقع اگر یک فرد بیمار وارد محیط میشه این بیماریش به بقیه منتقل بشه، که در واقع حالا من وارد جزئیات نمیشم، ولی اینجا در واقع من همبستگی و زمانی مکانی رو در انتقال بیماری دارم، میتونم ببینم که چه تأثیری میذاره روی اون انتقال.
پس میگم هر کدوم از مدل هایی که من دارم قیاس های مختلف باشون کار میکنم، بعضی چیزها درش در نظر گرفته شده مفروض هست و بعضی چیزها درش مفروض نیست. مهمه که من بدونم میخوام جواب چه سوالی رو بدم و این مدل دقیقا برای پاسخ دادن به چه سوالی طراحی شده. حالا میتونم وارد یه مقیاس دیگه بشم که به اون میگم مقیاس مزوسکوپیک که بین ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک هست و تقریب هایی که ما بهش میگیم تقریب های شبکه‌ای متاپاپولیشن یا متاجمعیت، من نمیدونم ترجمه بهتر چی براش استفاده کنم، از این تقریب ها استفاده میکنیم. ولی این به چه معنیه؟ یعنی که من میام در سطوح مختلف میام اینو درشتانه میکنم. مثلا فرض کنید به چه معنی؟ من به جای اینکه بیام جمعیت کل ایران که 83 میلیون نفره، اگه بنا باشه اینو من تو مقیاس میکروسکوپیک در واقع بخوام ببینم که بیماری چه شکلی داره بین افراد منتقل میشه، 83 میلیون آدم خیلی زیادن. نه من میتونم این اطلاعاتو داشته باشم که کی با کی در چه زمانی در تماس بوده، حالا از وقت سوار مترو شده رفته اومده، حتی اگر این اطلاعاتم داشته باشم حجم محاسباتی که باهاش مواجه میشم به شدت زیاده و اگه بخوام پیش بینی کنم که چه اتفاقی میفته، دینامیکو بذارم که کامپیوتر در واقع نتیجه بده، کامپیوتر به مراتب کنتر از خود دینامیکه، یعنی به دردمون نمیخوره در واقع این پیش بینی، به من کمکی نخواهد کرد برای اینکه بعدم بتونم در واقع روند شیوع رو کنترل کنم یا تحت کنترل در بیارم. در نتیجه من میام از یه مقیاس میانی استفاده میکنم و میام در نظر میگیرم که استان به استان هر کدوم چه جمعیتی هن؟ توی استان‌ها تقریب میدان متوسط استفاده می‌کنم یا همون تقریب ماکروسکوپیکی که داشتم استفاده می‌کردم، ولی میام شبکه تماسی یا جابجایی بین استان‌ها رو در نظر می‌گیرم. این مقیاس‌های دیگه هم باشه، یعنی میام توی یک استان متمرکز بشم بین شهرها این کار رو انجام بدم، یا حتی در یک شهر بین محله‌ها این کار رو انجام بدم، یا حتی در یک محله بین مکان‌های مختلف. درنچه میتونم توی مقیاس مختلف اینو دانه درشت کنم. ولی سوال اینجا مطرح میشه که چه مقیاسی مقیاس خوبیه؟ چقدر درشتانه کنم خوبه یا نه؟ مسئله اینه که ببینم که پارامترها، داده‌ها چقدر داده دارم و چقدر پارامتر دارم. دقت پیش بینی میخوام در چه مرتبه‌ای باشه خوبه و حجم محاسباتی که میخوام انجام بدم چقدره. قاعدتا هر چقدر به سمت مدل‌های فرد محور برم حجم محاسباتم بیشتر میشه، ولی خب دقت پیش بینی من بیشتر میشه. پارامترهای داده هم که نیاز دارم بیشتر میشه، ولی ممکنه حجم محاسبات هم که گفتم انقدر زیاد بشه که برای من در واقع مفید نباشه. پس ممکنه که مقیاس مزوسکوپیک توی سطحی از درشتانگی برای من کافی باشه برای آن چیزی که میخوام پیش بینی بکنم، یا حتی همون مقیاس ماکروسکوپیک برای من کافی باشه و دیگه من خودم رو درگیر جزئیات داده ها و پارامترهای بیشتر نکنم. همیشه به این بستگی داره که من چه سوالی رو میخوام جواب بدم. حالا میتونم سوالای دیگه ای رو بپرسم، مثلا اینکه کنترل همه‌گیری به چه شکلیه و از مدل سازی‌ها بتونم به این پاسخ بدم. کنترل همه‌گیری به طور عمده دو تا استراتژی عمومی داره. یکیش اینه که من میخوام سرکوب چکشی داشته باشم که این به دو شیوه متفاوت در چین و کره جنوبی اجرا شد. در واقع چین با لاکداون و قرنطینه استانی و اینکه در واقع همه رو خانه نشین کرد تونستش سرکوب چکشی داشته باشه، در حالی که کره جنوبی به خاطر اینکه حالا با تاخیر هم دینامیک بهش اومد و زیر ساختا اینو داشتن، از ابتدای شیوع اولین بیمار صفرشون که وارد کشور شد و ردیابی تماس میکردن و میدیدن که در تماس با چه کسایی و اونها رو قرنطینه و ایزوله میکردن. ولی هر دو تا روش میتونه به سرکوب چکشی منجر بشه. خب بستگی به این داره که در چه زمانی شما آگاه میشین که داره یه اتفاقی رخ میده و دومی که چه زیرساختهایی داری و این میتونه خوبیهای بدیهایی هم داشته باشه. ولی روش کنترل همه‌گیری در ایران متفاوت بود و نرم کردن روند شیوع بود. در واقع اسپانیا در فاز اول سعی کرد مثلا از روش دوم نرم کردن روند شیوع استفاده کنه، ولی متاسفانه روند شیوع خیلی سریعتر از اون چیزی بود که پیش بینی می‌کردن و مجبور شدن در فاز دوم به سرکوب چکشی روی بیارن. در واقع حالا نکته اصلی اینه که مهمه که در چه زمانی من میخوام شروع کنم به شیوع کنترل، به کنترل شیوع در واقع، و اون موقع مهم میشه که چه استراتژی. من نمیتونم هیچ وقت بگم هر کدوم از این استراتژی ها یک خوبی ها و یک بدی هایی دارن. اگر دینامیک اون دینامیک منحنی قرمز بود بدونه که من هیچ مداخله ای داشته باشم، سرکوب چکشی در واقع میتونه دینامیک رو به اون منحنی آبی منتقل کنه، ولی همونطور که میبینی چون من به طور آنی سرکوب کردم دینامیکو، همچنان خطر آمدن یک موج دوم بزرگ وجود داره. میبینید که تو منحنی آبی یه دفعه این
به طور چکشی در واقع افت کرده، ولی دوباره یه جایی بوده که این تونسته ریسک دومه داشته باشه. در نتیجه اگر سرکوب چکشی داشته باشم، همیشه ریسک اون موج بزرگ دوم وجود. ولی نرم کردن دینامیک در واقع باعث میشه که توی منحنی سبز بمونم و اگرچه دارم کجدار مریض باهاش میرم جلو، ولی اینو در حدی پایین آورده باشم که معمولا سعی میکنیم در حدی پایین بیاریم که در حد تاباوری سیستم خدمات درمانیمون باشه، که برای مثال کووید 19 به طور خاص آی سی یو ها مهمن که ما چقدر میتونیم خدمات در آی سی یو بدیم. پس میگم دو تا استراتژی وجود داره، هر کدوم محاسن و معایبی دارن و همیشه هم باید که تا لحظه به لحظه در واقع اینا چک در واقع رصد بشه، چون ممکنه که بودن در یک استراتژی تضمین کننده نباشه، همونطور که در اسپانیان اتفاق رخ داد. نرم کردنش در واقع خیلی دیر شروع شد، مؤثر نبود نرم کردن در واقع این منحنی ها، در نتیجه مجبور شدن که به سرکوب چکشی روی بیارن که بتونن در واقع اون منحنی رو تحت کنترل بیارن. خب میگم روش های مداخله یا متفاوتن، همونطور که مثالاش هم تا الان گفتم، قرنطینه میتونه باشه، ایزوله میتونه باشه، ردیابی تماس، فاصله گذاری اجتماعی و اینا، هر کدوم باز همچنان محاسن و معایبی دارن. و فقط یه مثال براتون نشون میدم، مثلا اگه من براش قرنطینه استانی بکنم ولی سرکوب چکشی نباشه، یعنی من بیام یه استانی رو ببندم به طور کلی تماساشو با بقیه استانها، ولی در خود اون استانه دینامیک شیوع و بقیه استانها دینامیک شیوع در واقع باشه، یعنی اون لحظه که من در واقع ارتباط استانها رو بستم هیچ گونه ردیابی تماس در بقیه استانها وجود نداشته باشه همچنان، در نتیجه ممکنه بیمارها وارد استانهای دیگه شده باشن و این در تأثیری نداشته باشه برای آن چیزی که میخوام، بجز اینکه روند رو کند کنه در تعداد مبتلاها تأثیری نداشته باشه. من فقط یک نمودار گذاشتم که نشون بدم که اگر بنا باشه مثلا من فقط ارتباط بین استانها رو قطع بکنم یا کشورهای هر چیزی رو، ولی کشورهای دیگه آماده نباشن و روش‌های مداخله دیگر رو استفاده نکنن، این فقط میتونه زمان رسیدن به اوج کمی به تأخیر بندازه و مقدار رو کمی پایین تر بیاره، ولی تأثیر عمده نمیتونه داشته باشه. کما اینکه چین با اینکه در واقع سرکوب چکشی داشت و قطع کرد تماساشو با بقیه کشورها، ولی اون زمانی که تماس چین با بقیه کشورها قطع شد دیر بود و بیمارهای صفر در واقع به کشورها و بلوکهای دیگه وارد شده بودن و کشورهای دیگه آمادگیشو نداشتن. کشوری مثل کره جنوبی چون آمادگیشو داشت، همچنان با روش ردیابی تماسی تونستش بیماری تحت کنترل درگیره، ولی برای بقیه وارد یه فاز دیگه شد. پس مهمه که چه زمانی من در واقع چه مداخله‌ای بکنم و بعد دائما رصد بکنم که مطمئن شم آیا مداخله من میتونه مؤثر باشه یا نباشه. این فقط یه مثال بود که نشون بدم که بدون سرکوب چکشی دینامیک در استان قرنطینه و اگر من شناسایی و ردیابی درست مبتلاها رو نداشته باشم و قرنطینه و ایزولاشون نکنم، در واقع قرنطینه استانی برای من سودی نخواهد داشت، نمیتونه منو با اون هدفی که میخوام برسونم. پس نحوه اجرای اینها هم موثره. به طور خلاصه روش موثر مداخله به پارامترهای دینامیکی مسئله، یعنی اون بیماری خاص ربط داره، به اینکه من مشاهده‌ای که دارم میکنم چقدر میتونه خطا داشته باشه و اندازه‌گیری مثلا پارامتر آر صفر من، چون من میتونم فقط این یک در واقع خطایی داشته شدم به خاطر تستگیری هایی که دارم میکنم یا هر چیزی، و اون آر صفری که دارم اندازه گیری میکنم واقعیت نباشه، بلکه آر صفری باشه که من مشاهده میکنم. و قاعدتا زمان و نحوه اعمال مداخله خیلی مهمه و من باید همواره رصد بکنم، شاید مجبور باشم ترکیبی از این مداخلات داشته باشم یا اینکه مداخلمو استراتژی عمومی مداخلمو حتی عوض بکنم. حالا من خیلی سریع فقط بگم که کارهای خودم هم از چه نوعه و بعد دوست دارم که سوالای شما رو جواب بدم. مدل سازی بوم شناسی بیماری ها هم یه مسئله ای هستش که خیلی مهمه. مثلا همون مثالی که زدیم برای کووید 19، بیماری ها و بیماریزاها بین گونه های مختلف جابجا میشن و مشترکن. من چه ما نیاز داریم بدونیم اکولوژی بیماری ها چیه. در یه سطح دیگه هم اگر نگاه کنیم، فقط اگر بدن خودمون رو در نظر بگیریم، در بدن شما چیزی از مرتبه 100 تریلیون سلول وجود داره که این سلول ها سلول های ویروس باکتری هایی است که در بدن شما زندگی می کنن که الزاماً هم مضر نیستن، بعضاً میتونن بسیار هم مفید باشن، ولی حدود فقط 30 تریلیون سلول های بدن خودتونه. پس در خود بدن انسان هم یک ساختار اکولوژی وجود داره و این بیماری زاها، این که چگونه با هم دیگه در یک بدن تنها یک فرد
چگونه با هم همزیستی بکنن هم از نقطه نظر اکولوژیکی مهمه. نکته بسیار جالب اینه که من اینو دوست داشتم اینجا اشاره بکنم، به عمدم ویکی‌پدیا انگلیسیش رو گذاشتم چون ابن سینا واقعا شناخته شده است در دنیا. خیلی جالبه که در فلسفه پزشکی ابن سینا از اصطلاحات واقعا بومشناسی استفاده شده، یعنی که بدن انسان و انسان‌ها رو به 4 دسته تقسیم شدن، مثلا ببخشیم به 4 طبع اصلی داریم، مثلا سرد، گرم، مرطوب و خشک، که در واقع همون اصطلاحات بومشناسی و آب و هوا و اکولوژی که ما استفاده میکنیم. و این خیلی جالبه که ابن سینا در واقع با همین رویکرد در واقع به مسئله داشته، در حالی که در پزشکی مدرن خیلی مؤخر هستش که ما داریم دوباره به این مسئله برمیگردیم که اکولوژی بیماری ها داخل یک بدن میزبان چگونه خواهد بود. میگم که این اکولوژی میتونه در سطح دیگه هم مطرح بشه، به این معنی که دما، فشار و رطوبت و اینجور چیزا چه تأثیری روی بیماریزاها دارن، ویروس باکتری، زیست ویروس باکتری دارن، خود بیماریزاها با هم چگونه در هم صورت در هم کنش دارن و میزبانها در واقع در چه شبکه‌ای وجود دارن که خودشون با هم دیگه در تماسن، مثل اینکه مثلا مثال هایی که زدیم آنفولانزای خوکی، مرغی و غیره که مثلا گفتیم بین انسان ها گناه مشترکه. من به طور خاص کارهایی که تا الان کردم برهم کنش بیماریزه ها در بدن یک میزبان بوده و این کارهاست که میتونید حالا مقالات من رو ببینید و اگر سوال تخصصی بود خوشحال میشم بهتون پاسخ بدم. بازی که نکته هایی که هست اینه که اگر برهم کنش این بیماریزه ها رو با هم در نظر بگیرم، اون نقطه گذار در نقطه گذار من ممکنه که تغییر فاز هم در واقع مرتبش عوض بشه و اتفاقات دیگه ای بیفته. و همچنان برای مدل SIS هم به همین صورت، من وارد این جزئیات نمیشم و خواستم از دکتر رئیسی به خاطر دعوتشون، دکتر اشتهادی که همیشه گروه ما رو حمایت کردن و شما که صحبت های منو شنیدین، ممنون، خوشحال میشم که به سوال های شما پاسخ بدم. بسیار عالی، من واقعا سپاسگزارم، سخنرانی خیلی جذابی بود. من الان میخوام سوال های مخاطبینمون رو بخونم. فقط این رو هم بگم که این سامانه ظاهرا این امکان رو به شما میده که اگر خواستین دستتون رو ببرین بالا، تو رو اسم خودتون فکر کنم کلیک کنی، گزینه داره که میتونین برای سوال پرسیدن دست ببرین بالا و بعد با از طریق اون من میتونم ببینم و میکروفون شما رو روشن کنم. حالا اینا فقط گفتم بدیم، اگه خواستین هم میتونین سوالتون رو بنویسین، من سوالتون رو خواهم کن. خب من سوال آقای فریار احمدی شروع میکنم. سوال اولی بود که پرسیده شد، سوال اینه که این 4 عنصر، اون ابتدای سخنرانیتون به 4 تا عنصر اشاره کردین، پس سوالشون این بوده که آیا این 4 عنصر اکنون هم معتبر از جامد، مایع، گاز و پلاسما. فکر میکنم این بیشتر سوال برای آقای فرنودی بود، حالا من به هر حال میخونم خانم دکتر اگه خواستن جواب بدن. من اون فقط به عنوان یک مثال از یک چارچوب کیفی زدم که مدل های کیفی وجود داشتن که سعی میکردن پدیده های رو توصیف بکنن. ما الان دیگه از اون چارچوب استفاده نمی کنیم، به همون دلیلی هم که گفتم، به خاطر اینکه توانایی پسبینی و پیشبینی و خیلی کمی دارن و کمی هم نیستن. ولی واسه کنم ایشون حالا بفرمایید من سمت فقط نکنم. نه شما بفهمم، من بعد میرم سراغ سوال بعدی. نکته دیگه نه، ولی من فکر کنم که ایشون سوالشون حالا همون که گفتید با آقای فنودی خیلی بیشتر مرتبط سوالی. حالا اینم من اضافه کنم که ما احتمالا تو جلسات آیندهمون از یک نفر که ماده چگال کار میکنه دعوت میکنیم بیاد صحبت کنه و این سوال، سوالی که سوال نسبتاً زنده یه توی علم ماده چگال که فازهای ماده چی هستن و حالا مردم دارن همینطور دائما فازهای جدیدی از ماده رو پیدا میکنن. خاطر اینو گفتم فعلا داخل پرانتز بدونیم. خب سوال بعدیمون آقای امید حاتمی ورزنه هستش که پرسیدن چطوری میشه اثر سیاست‌گذاری های مختلف رو روی آرسف تخمین زد، مثلا بستن اماکن عمومی، اجباری کردن ماسک، یا مثلا قرنطینه اجباری چطور آرسف رو تغییر میده؟ سوالشون ادامه داره. ببخشید بذار من بقیه سوالشون هم بخونم چون الان یه تیکم بهش اضافه کردم. گفتن دقیق‌تر اینکه چطوری میشه مثلا اثر حذف کردن یک نود یا کانتکت تریسینگ یا اجباری کردن ماسک یا قرنطینه اجباری خانگی رو روی نرخ شیوع سنجید.
سوال خیلی خوبیه. نکته اینه که هر گونه سیاست گذاری که میخوام اعمال کنم، من توی سه تا سطح که براتون مثال زدم میتونم تو مدل سازیام وارد کنم، یعنی تو مقیاس میکروسکوپیک، مزوسکوپیک یا ماکروسکوپیک من میتونم به یه روشی این سیاست گذاری رو در واقع در مدلم در نظر بگیرم و بعد بیام ببینم که چه تغییری میکنه. یعنی که مدل پایه‌ام بدون در نظر گرفتن مثلا تعطیلی یا نمیدونم قرنطینه یا هر چیزی، مثلا قرنطینه رو من تو مقیاس ماکروسکوپیک خیلی خوب نمیتونم اعمال کنم، ولی تو مقیاس مزوسکوپیک یا در واقع میکروسکوپیک هم خیلی بهتر میتونم اونو اعمال کنم و نتیجهش رو ببینم. بیام ببینم تو مدل چه اتفاقی میفته و ببینم پیش بینی کنم که اعمال در واقع این مداخله، این سیاست گذاری چه تأثیری میتونه بذاره. ولی در عمل همیشه من باید بدونم که در عمل مدل ها محدودیت های در پیش بینیشون دارن و خیلی مهمه که در واقع پارامترهاشون دقیق تنظیم شن. پارامتر دقیق تنظیم شدن منوط به داشتن مشاهده خیلی خوبه و دوباره از خود پدیده در واقع درآوردن که ببینم چه اتفاقی داره میفته. و اگر من با یک همه‌گیری در همون حینش مثل الان در واقع مواجهم، بهترین استراتژی مداخله اینه که گام به گام هر مداخله رو میذارم، علاوه بر اینکه در مدل پیش بینی کردم که این احتمالا میتونه اینو تحت کنترل در بیاره، ولی در عمل باید واقعا دست به سارا برم و گام به گام مداخلمو رصد بکنم که چه تأثیری گذاشته. در اون موقع در واقع من دیگه R0 اندازه‌گیری نمی‌کنم. من همچنان تاکید می‌کنم که R0 تنها در ابتدای شیوع دینامیک اهمیت داره و اندازه‌گیری میشه. بعد از اون ما وارد فازی میشیم که RT داریم در واقع. و اون چیزی که ما داریم اندازه‌گیری می‌کنیم RTه. و باید ببینم که با چقدر میتونم بهتر RT رو اندازه‌گیری بکنم و این مداخله‌ای که انجام دادم در واقع در عمل چقدر تونسته RT رو پایین‌تر بیاره. من امیدوارم سوالتون رو جواب داده باشم. اگر باز دقیق‌تر می‌خواید چیزی رو بدونید من بیشتر توضیح بدم. سوالشون ادامه دادن؟ من دارم سوال می‌خونم یا شما می‌خونید؟ شما لطفا بخونید. من براتون می‌خونم. خب در مورد یک بیماری جدید مثل کووید 19 که هنوز کامل همه چیز رو در موردش نمی‌شناسیم یا مشاهده نیست چی؟ مشاهده داریم میکنیم دیگه. در واقع هر کشوری داره سعی میکنه که گام به گام هر استراتژی که پیاده میکنه، در واقع هر مداخله‌ای که میذاره گام به گام سعی میکنه بفهمه که چه تغییر در وضعیت عمومی چقدره. داریم همین کار رو انجام میدیم. یعنی مثلا من مثال آلمان رو براتون میزنم. آلمان چندین هفته در واقع در وضعیتی شبیه لاکداون بودن و بعد تونستن آرشون در واقع بیارن زیر 1، ولی همچنان در چند هفته بعدش خیلی محتاطانه گام برداشتن برای که مخواستن مطمئن بشن که این پایین آمدن آر به زیر 1 در واقع فقط مال مشاهده نیستش، به خاطر تستایی که دارن میکنن و در واقعیت هم این رخ داده. به علاوه این که بعدن دوباره تصمیمشون این بودش که ایالت به ایالت تصمیم گیری بکنن که منطقی تره، در واقع مثل اینکه تو مقیاس مزوسکوپیک من دارم کار میکنم. و همچنان هم یه شرطی گذاشتن که اگر دوباره بالا در هر 100,000 نفر 50 نفر مورد مبتلا در واقع دیده شد، دوباره مداخله یا سیاست های مداخله گرانه رو در واقع سختگیرانه تر کنن. که نکته اینه که اون عددم، حالا من نمیدونم در واقع آلمانیا در واقع چه جوری استخراج کردن، ولی نکتهش اینه که شما اگه میخواین که دینامیک رو تحت کنترل در بیارین، افت و خیزای شبکه تماسی باید در حدی باشه که افت و خیزای دینامیکی، یعنی که مثلا در هر تماس احتمال این وجود داره که این انتقال بیماری رخ بده یا بهبود یافتگی در این بازه زمانی رخ میده، اینها باید با همدیگه در واقع در رقابتن. در نتیجه تضمین کننده این که شما میتونید در عمل دینامیک رو در واقع سرکوب بکنید اینه که افت و خیزای شبکه تماسیتون در حدی پایین آورده شده باشه که افت و خیزای دینامیکیتون در واقع تضمین کنید که افت میکنه و دینامیک رو میتونید سرکوب کنید. این خلاصه آن چیزی هستش که میبینید، ولی شما باید گام به گام جلو برید و ببینید که چقدر میشه. ولی اگر رویکرد کلن رویکرد نرم کردن منحنی باشه، شما در واقع شبکه تماسیتون رو جوری تغییر میدین یا که در واقع روند شیوع صرفا کند بشه،
نه اینکه خیلی آنی سرکوب، آنی که میگم همین آنیش هم در مرتبه 3 هفته یا 4 هفته است، ولی وقتی کند میکنم فقط دارم کند میکنم، اینطوری نیستش که بخوام اینو کلا سرکوب دائم بکنم. خب تشکر کردم. و بعد یه سوال دیگه هم پرسیدن، سوال دومشون در مورد اینه که میدونیم داده هامون کامل قابل اعتماد نیست، خیلی از موارد بیماری نهان هستن و هیچ وقت شناسایی نمیشه، موارد مرگ زیادی در خانه گزارش شده که بعدن کشف شدن، بر اساس چه داده ای وقتی میدونیم داده مون خیلی خطاش زیاده مدل رو پیاده میکنیم؟ این سوال خیلی خوبه. در واقع داده ها همیشه در مورد همه گیری ها خطا دارن. اولا این که حالا الان خیلی متأخره که ما میتونیم تستگیری بکنیم، یعنی من میتونم تست بگیرم ببینم که واقعا ژنوم اون ویروس خاص، باکتری خاص تو بدن اون شخص هست یا نه و بگم که با قطعیت هست، ولی همیشه محدودیت تست وجود داره و اینکه الزاما نمیتونم این تستگیری رو بسازم و تولید بکنم. در نتیجه اندازه‌گیری این که تعداد کسانی که الان مبتلا هستن همیشه کار سختیه، حتی با وجود تست. اگه تست نداشته باشم که کلا سخته، یعنی مثلا وقتی داریم راجع به آنفولانزا اسپانیایی صحبت میکنیم، وقتی میگم برآورد بین 50 تا 100 میلیونه، ببینید خطای 50 میلیونی داره این عدد، خب یعنی اینکه این برآوردشون از طرق مختلف برآورد کردن که چقدر مردن، چون یا از روی تشخیص بالینی داشتن میگفتن این آنفولانزا اسپانیایی بوده، یا یکی دیگه از روش‌های رایج برآورد به خصوص برای مرگ و میر اینه که نرخ مرگ و میر در مقایسه با سالهای قبل در واقع سنجیده میشه. یعنی میگم روش تسکیری خیلی متأخره و اگر روش تسکیری داشته باشم میتونم ببینم که تو همون بازه زمانی که شخصی مبتلا هست تست بگیرم، ولی قاعدتا به خاطر محدودیت های تسکیری باز هم من نمیتونم مثلا یه جمعیت 83 میلیونی دارم بگم در همین روز ممکن دقیقا چند نفر مبتلا، چون ممکن آدم هایی باشن به خصوص در مورد کووید 19 که علائم مثلا ندارن، در نتیجه این یه بایاسه. ولی برای مرگ و میر یکی از روش‌ها اینه که من بیام تعداد کسانی که مثلا امروز فوت کردن و حالا توی بازه زمانی قاعدتا بیام مقایسه بکنم با سال گذشته یا به طور متوسط با سال‌های گذشته و ببینم که این چقدر فرق داشته. میتونم اون وقت بگم که به این تعداد حالا با یه بازه خطای قطعا من مرگ و میر ناشی از این بیماری رو داشتم. حالا دوباره میتونم برگردم و بگم که اگر میدونم که احتمال مرگ و میر به ازای ابتلا چقدر بوده، دوباره یه برآورد برعکس بکنم و ببینم که مثلا چقدر در واقع مبتلا الان دارم در جامعه. پس یعنی از طرق مختلف یه روش ترکیبی وجود داره. برای کار با داده ها واقعا خیلی کار سختی و روش ترکیبی وجود داره. یکی دیگه از کارهایی که انجام شده مثلا این که در جنوب غرب آلمان تستگیری با تستگیری های ترکیبی انجام شده، چه اونهایی که حین ابتلا در واقع میتونه بیماری وجود بیماری در شما تشخیص بده، چه این آنتیبادی ها که بعد از اینکه شما بیماری رو رد کردین به خاطر عکس العمل بدنتون میتونه شناسایی کنه که درگیر یک بیماری بودین. یه تسکری های ترکیبی در سطح بسیار بزرگ برای یک ایالت انجام شده و از روی اون برآورد کردن که آنچه که خود آلمان داره گزارش میکنه 1/10 واقعیته. در نتیجه همه جا خطا وجود داره، خطاها متفاوتن، دلایل متفاوت میتونن داشته باشن، به خاطر محدودیت تست میتونه باشه، به خاطر روش اجرای تستگیری میتونه باشه، به خاطر میگم گزارشات مختلفی که داره انجام شد، تشخیص بالینی فقط داریم اونایی رو میبینیم که در واقع مراجعه کردن مثلا به بیمارستان، نه اونهایی که علائم ندارن، و بعد با روش های دیگه سعی بکنم که برآورد دقیق تری از واقعیت داشته باشم که در واقع خیلی جاها در برآورد بهتر از واقعیت هم حتی مدل ها بهم کمک میکنه. خب باز ادامه دادن، گفتن که نرخ مرگ و میر خب بسته به دموگرافی، دمای یک محیط، میانگین سن و جنسیت و سلامت عمومی کشورهای مختلف فرق داره. در افزایش تعداد موارد مرگ نسبت به سال قبل که بیان کردید، توی نیویورک مثلا افزایش موارد سکته قلبی مشاهده شده بر اثر لاکداون و نه بر اثر کرونا، یعنی باز هم این افزایش مرگ و میر هم لزومه. درسته، کاملا این حرفی که میزنید درسته. تمام این روش‌های اندازه‌گیری خطا دارن. مثل هر اندازه‌گیری دیگه‌ای، ما فیزیک کار می‌کنیم، هر اندازه‌گیری خطا داره. این اندازه‌گیری‌ها به خصوص وقتی با پدیده‌های انسانی سر کار دارن، خطا دارن. نکته اینه که در مورد مثال نیویورک هم مثال خیلی خوبیه.
از اون طرف به آدم‌هایی بودن که سکته کردن، این درسته، به خاطر لاکداون، ولی از اون برم به خاطر اینکه حمل و نقل افت شدید داشته و در لاکداون بودن، تصادف هم نداشتن. یعنی که به طور عمومی مثلا در همون موقع اینقدر مرگ و میر به خاطر شما میخوایم میکروفون تو روشن کنید فکرم بهتر از این میشه که سریع تایپ کنید، ولی نرخ مرگ و میر در واقع اینه، همیشه خطا وجود داره ولی باید یه برآوردتون رو سر کنید دقیق تر کنید. همین علت ابتلایی که دارید میگید، مثلا اینکه چی بوده و چی نبوده، میتونم از اونها سر کنم که استنتاج کنم و استخراج کنم در واقع که چه چیزی رو باید کنار بذارم، چه چیزی رو باید بهش اضافه کنم و سعی کنم اون برآوردم رو از اون اتفاق دقیق تر بکنم. ولی همواره خطا دارم، یعنی این یک واقعیت انکارناپذیره که من همیشه مثل هر اندازه گیری دیگه در فیزیک و هر پدیده دیگه من خطا دارم. حالا مسئله اینه که تا اونجا که ممکنه من این خطاها رو کمتر بکنم. این نکته درستیه. ولی مثال خیلی دقیقش برای نیویورک من الان ندارم، ولی شاید دکتر رئیسی بتونه توی کدوم از این فایل‌ها من براشون فرستادم نشون بده. مسئله راجع به نیویورک اینه که یک جایی هستش که علت مرگ و میرا رو وقتی کاملا نگاه می‌کنید می‌بینید که نیویورک در یک روزی هست تعداد مرگ و میراش دو برابر شده، حتی با جدا کردن اونایی که سکته بوده و غیره و غیره. نشون میده اون دو برابر شدن اینا همه مال در واقع اثر کووید 19 بوده. یه در واقع انیمیشن نمیدونم چی میگن به اینا، این گرافیکایی که با انیمیشن نشون میدن نشون میده که تا همین چند روزی که تو نیویورک داره جلو میره تا کجا رفته و بعد از کجا این دو برابر میشه نرخ مرگ و میر نسبت به مرگ و میر روزانه‌ای که داشتن قبلا. خب ایشون تشکر کردم. من اگه کسی دیگه سوالی نداره، به نظر من سوال دیگه نیست. من خودم یه سوال میخوام بپرسم. الان آمار این روزهای اخیر رو که آدم نگاه میکنه، تعداد ابتلاها حالا به چشم من که متخصص نیستم رو به افزایش هستش و یه مقدار این وضعیت رو از اون سمت به نظر میاد که یعنی ما تقریبا داریم شاید به اون روزهای اوجمون برمیگردیم، نه به معنای خوبش، و از اون طرف هم سیاست گذاری کلی که به نظر میاد وجود داره اینه که نه، شرایط همه چی رو به راهه و ما میتونیم برگردیم سر کار، برگردیم دانشگاه، از مترو استفاده کنیم، از تاکسی استفاده کنیم و بقیه این چیزا. میخوام ببینم این دوتا آیا واقعا با هم تطابق دارن؟ این که نرخ ابتلا داره برمیگرده بالا میره، یه دلیلش میتونه به خاطر نحوه تسخیریمون تغییر کرده باشه و در نتیجه گزارش دقیق تری داریم میدیم از تعداد مبتلاها. خب این میتونه یه نکته باشه، ولی بعد ببینیم که پروتکل تسخیریمون چه تغییری کرده. نکته بعدی اینه که در واقع این که داریم حالا به چه وضعیت، یه چیز رو من الان در وضع موجود در نظر بگیریم، ما همچنان مدارس تعطیلن، دانشگاه ها تعطیلن، مراکز تفریحی و ورزشی تعطیلن و این همچنان روی دینامیک تاثیر داره. یعنی این که در نرم کردن، در نرم نگه داشتن دینامیک همچنان تاثیر داره، ولی واقعا باید رصد بکنیم اگر که این وارد مرحله بشه که دوباره تجمعات بزرگ، حالا چه در چه میدونم هر گونه مرکز تجمعی، میخواد مذهبی باشه، مدرسه باشه، آموزشی باشه، تفریحی باشه، ورزشی باشه، میتونه دوباره ما رو وارد فازی بکنه که در واقع خارج بشیم از این منحنی که نرم شده. و این چیزیه که باید همیشه مرتب رصد بکنیم و گام به گام پیش بریم. ولی میگم در نظر بگیرید که همچنان ما یه عالمه جاهای تعطیل داریم و این داره این روی نرم نگه داشتن منحنیمون تاثیر گذاره قطعاً. خب ولی این که باز کردن مکانهای عمومی مثل مکانهای مذهبی، مدارس و تفریحی و غیره که الان برخشون باز شدن ولی برخشون باز نشدن، اینو باید واقعا خیلی دقیق رصد بکنیم. در واقع نکته‌ای که مثلا حتی در آلمان هم خیلی جدی بهش اشاره کردن اینه که به نظر میرسه که در جاهایی که تراکم جمعیت، یعنی تجمع جمعیت بالا و تراکم جمعیت بالا، خطر این که در واقع ابرپخش کننده ها بتونن بیماری رو به یک خوشه بزرگ بدن خیلی زیاده و اون باعث میتونه بشه که دینامیک کووید 19 وارد مرحله دیگه بشه. در غیر این صورت اگر تماس ها
با در مکانهای عمومی که تجمع بالا وجود نداره کم باشه، با یه افت و خیزی همچنان دینامیک خواهد رفت، ولی نرم خواهد بود و تحت کنترل. متشکرم، دست در نکنه. خب سوال دیگه ای نیست؟ بسیار دیگه. پس من از سخنرانمون دوباره تشکر میکنم، از همون دوستانی هم که زحمت کشیدن اومدن تشکر میکنم، مخصوصا از دانشگاه تهران و دکتر شفیعی استاد محترم دانشکده فیزیک دانشگاه تهران که واقعا زحمت کشیدن ما رو مشایعت کردن تا بتونیم از سامانه‌ای که دانشگاه تهران برامون فراهم کرد تا بتونیم برنامه رو برگزار کنیم واقعا سپاسگزارم، واقعا زحمت کشیدن. و خب توی برنامه احتمالاً یه ایرادی توی هم وجود داشت که حالا ما داریم همتارمون خود میدم یاد میگیریم که چطوری با این شرایط بتونیم برنامه رو بهتر برگزار کنیم. یک نکته رو هم بگم، برای برنامه تیر ماهمون سخنرانیمون راجع به کرانشناسی خواهد بود و یه سخنران خارجی یعنی ایرانی که خارج از ایران هستش خواهیم داشت و سخنران خیلی خوبی هستن، دکتر نیایش افشوری هستن از مؤسسه پریمیتر توی واترلو کانادا که به من قول دادن که برای ما سخنرانی خواهند کرد، برای همون یه به اصطلاح تبلیغی هم برای برنامه آیندهمون میکنم و همه دوستان رو به خدا میسپارم و امیدوارم که صحیح و سالم باشین و از این بیماری